سرخط خبرها. CNN ایران خواستار کمک روسیه برای پیشرفت در برنامه اتمی خود شده است. وزیر خارجه آمریکا به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه برای تهران تحریم‌های بیشتری دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی برگزار کنید. دفتر یک امام جمعه به رگبار بسته شد. و هشدار جدی روسیه به تل آویو. مشروع اخبار. CNN ایران خواستار کمک روسیه برای پیشرفت در برنامه اتمی خود شده است. شماری از مقامات اطلاعاتی آمریکا جمعه 13 آبان به خبرگزاری CNN گفتند که مسئولان جمهوری اسلامی خواستار کمک روسیه برای پیشرفت سریع برنامه تسلیحات اتمی خود شدند. منابع مذکور به CNN گفتند ایران خواهان موادی از روسیه شده که تولید سوخت هسته‌ای و راه‌اندازی راکتورهای اتمی را سرعت ببخشد. این شبکه خبری افزود که ایران همچنین از روسیه کمک خواسته تا زمان گریز برای دستیابی به بمب اتم را کوتاه‌تر کند. منابع اطلاعاتی آمریکا تاکید کردند درخواست اخیر تهران از مسکو به این دلیل است که مقامات ایرانی یا امید خود به احیای برجام را از دست دادند یا توافق برجام در صورت احیا را نیز قابل دوام نمی‌دانند. وزیر خارجه آمریکا به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه برای تهران تحریم‌های بیشتری داریم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهد کرد. بلینکن در یک نشست خبری در شهر مونترال آلمان گفت پهپادهایی که ایران به روسیه داده شهروندان غیر نظامی اوکراین را می‌کشند و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور را تخریب می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا افزود پرسنل نظامی ایران نیز در کریمه به روسیه در انجام این حمله‌های وحشیانه کمک می‌کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی برگزار کنید. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه اهل سنت امروز زاهدان گفت راه برون رفت از این مشکلات برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی است. سیاست‌های شما به بن‌بست رسیده. قبلا هم این هشدار را داده بودم. روزی میرسد که خیلی دیر است. مردم ایران گرسنه‌اند، نگذارید این ثروت از کشور خارج بشود. امروز بیشتر صدا مال زنان است، اما متاسفانه زنان مورد تبعیض قرار گرفتند. چه ظلم و بیمهری به زن شده که امروز زن روسریش را می‌سوزاند. باید این را از خودمان بپرسیم. دفتر یک امام جمعه به رگبار بسته شد. خبرگزاری فارس نوشت دفتر امام جمعه شادگان توسط یک موتورسوار ناشناس به رگبار بسته شد. حاضرین در صحنه صدای شلیک یک خشاب را شنیدند. همزمان جلسه با حضور امام جمعه شادگان در دفتر در حال برگزاری بود. به گفته یک شاهد عینی تیرهای شلیک شده به در و تجهیزات دفتر برخورد کرده است. گفته می شود حجت الاسلام منصوری امام جمعه شادگان چندی پیش به دلیل مبارزه و جلوگیری از فساد در استخدام های این شهرستان پیام های تهدیدآمیز دریافت کرده بود. و هشدار جدی روسیه به تل آویو. به گزارش تابناک به نقل از اینا از پایگاه ماو فلسطین، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد روسیه بار دیگر به رژیم صهیونیستی نسبت به ارسال موشک های ضد هوایی و سامانه های موشکی دیگر به اوکراین هشدار داده و گفته است که به این اقدام پاسخ خواهد داد. بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی ممکن است از طریق کشور ثالث به اوکراین تسلیحات ارسال کند. با این حال شبکه کان رژیم صهیونیستی گزارش داده است که روسیه به این رژیم هشدار داده که حتی اگر از طریق کشور ثالث به اوکراین تسلیحات ارسال کند به این اقدام پاسخ خواهد داد. بیشتر آناتولی ویکتوروف سفیر روسیه در فلسطین اشغالی گفته بود در صورتی که اسرائیل سلاح در اختیار اوکراین قرار دهد از نظر دولت روسیه اقدامی غیر دوستانه تلقی خواهد شد. در همین حال زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که میان کیف و تل آویو تبادلات اطلاعات وجود دارد.